باز هم صبح آمد، دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه آغاز کن. سلام و صبح همه شما هموطنان نهایت عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور بخیر. آرزو می کنم همه شما عزیزا صحتمند و سلامت باشین و صبح فوق العاده زیبا و قشنگ زمستانی را آغاز کرده باشین. باز هم دکتر رستم همایون رسولی در برنامه صبح زندگی پس از یک مدت باز هم با شما عزیزا هستم و امیدوار هستم که بتونیم بهترین برنامه ها را تقدیم شما عزیزا بکنیم. هوا هم امروز در شهر کابل فوق العاده سرد است و آرزو می کنم که شما عزیزا تدابیر خاص خودتان را داشته باشین، لباس های گرم زمستانی بپوشین تا اینکه خدای نخواسته مریض نشین و سرحد شما پیش دکتر نکشه. درجه حرارت هم امروز در شهر کابل منفی 14 درجه سانتیگراد پیش بینی شده که بعد از ظهر همچنان این درجه حرارت متاسفانه بازم کاهش پیدا میکنه. پس خوب است هموطنان ما که تا هنوز از خانه بیرون نبر آمدن کوشش بکنین که حتما لباس های گرم را با خود داشته باشین و از همه مهمتر ماسک را هم فراموش نکنین، چرا که متاسفانه در روزهای سرد هوا بیشتر آلوده میشه و ذرات آلوده هوا بیشتر در سطح زمین پایین‌تر می و این موضوع هم سبب میشه که اکثریت هموطنان ما دچار امراض تنفسی شوند، به خصوص کودک ها و در کل هم افراد که مسن‌تر هستن، معافیت بدنشان پایین‌تر هستن، ممکن است که اینا بیشتر دچار امراض تنفسی شوند. خب اکثریت هموطنان عزیز ما دوست دارند که در فصل زمستان از غذاهای متفاوت‌تر و از غذاهای استفاده بکنند که بیشتر گرمای بدنشان از زیاد میسازن و از هم مهمتر خودشان گرمتر میسازن. مردم به باور هستند که غذاهای چرب و غذاهایی که در کل چربیش بیشتر باشه سبب میشه که اونا را گرمتر نگاه میکنن، ولی فراموش نکنیم افراد که فشار خون بالا دارن و در کل افراد که با چربی چندان خوب نیستن میتونه که صحتمندیشان به خطر مواجه بسازه، کلسترول خون برشان ایجاد بکنه، وزنشان بیشتر بسازه و در کل هم صحتمندیشان به خطر مواجه شود. پس خوب است که همه ما شما مراقب صحتمندی خود باشیم، کوشش بکنیم که از رژیم غذایی گرفته محیطی که زندگی میکنیم، آب و هوایی که تنفس میکنیم، تمام این موارد را در نظر بگیریم تا صحتمندی خود و دیگران را تضمین بکنیم. خب بیننده های عزیز، در ساعت دوم برنامه همچنان داشته های فوق العاده جالب و دیدنی داریم که با شما عزیزا شریک خواهد ساختیم و بخش دلخواه شما هم فرا رسیده، بخش صدای شما که میتونید با شماره تماس 070-111-4090 تماس بگیرین و سوالاتی که در رابطه با محیط و حول زندگیتان دارین و اگر مشکلات بر شما ایجاد میشه با مشکلات مختلف روبرو میشین میتونین که امروز در این شماره تماس زنگ بزنین و ما هم پاسخ میدیم. حتما تماس های شما عزیزان و از مسئولینشان خواهیم پرسید که اونا در رابطه با این موضوعات چه سوالاتی دارن. و نگفته نمانه که هموطنان عزیز ما از نقاط مختلف افغانستان میتونن که تماس بگیرن روی خط ما که همین لحظه فعال است. شما میتونید تماس بگیرین، بازم شماره رو تکرار میکنم 070-111-4090 همین لحظه فعال است و شما میتونید که زنگ بزنین و سوالاتتان پرسان بکنین و مهمان بسیار عزیز همچنان با ما هستن که صحبتهای بیشتر از خودشان خود داشتیم، آقای محترم محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر که مثل همیشه در روز شنبه با ما هستن و آماده هستن تا سوالات شما عزیزا را پاسخ بتن. و بازم اگر شما عزیزا کدام سوال دارین میتونین که همین لحظه روی خط برنامه وصل شوین و سوالاتتان مطرح بسازین تا ما هم از مسئولشان پرسان بکنیم. فعلا هم خوش آمدید میگم آقای محمد صادق عاکف را که همین لحظه در استدیوی برنامه با ما هستند. سلام و صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدید. و سلام و رحمت الله، من دستم خیرال است بایی. سلامت باشید، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. در هفته گذشته هم یک تعداد زیاد از هموطنان ما از نقاط مختلف افغانستان تماس گرفتن به شمول ولایت کابل که سوالات گوناگون داشتن و میشه که امروز این سوالات را از شما پرسان بکنیم تا پاسخ بتین بر هموطنان مهربان ما که واقعا یک سلسله مشکلات در بعض جایا پیدا میشه و شما که مسئول هستین در این رابطه بهتر است که به سوالات هموطنان
عزیز ما پاسخهای همچنان داشته باشین. خب در رابطه با موضوعات گوناگون ما سوالات دریافت کردیم، از آزار و اذیت گرفته تا بسته بودن مکاتب، بسته بودن پاهنتونها، تلاشی خانه به خانه به مرتبه دوم، و همچنان بعض از هموطنان ما شکایت داشتن به کسایی که به نماز جمعه مراجعه نمی کنند، متاسفانه حتی همراهشان برخورد نادرست صورت می گیره، که تمام این سوالات را ما از ولایت مختلف کشور ما جمع آوری کردیم. حالا میشه در این رابطه توضیحات بیشتر از شما بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو له تخنیکي همکارانو ته ستاسو لرې ستاسو لیدونکو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بعضې سوالات کې شما گفتی در هفته گذشته ما نبودم در برنامه، بخشش میخوایم از هموطنان عزیز و از شما. در بعضی سوالات مربوط به وزارت امر معروف نمیشه، بسته شدن مکاتب یا بسته شدن پوهنتونا مربوط به وزارت معرف یا مربوط به وزارت تحصیلات عالی می باشد، و شما در بخش تلاشی خانه ها دوباره گفتی. شما میفهمی که تقریبا دو روز پیش پیشروی وزارت خارجه انفجار شد، در بعض نقاط دیگه بیامنیتی اگر باشد به همو خاطر تلاشی می باشه، و تلاشی از خاطر امنیت هموطنان خود می باشه، او هم مربوط وزارت داخله می باشه. خب ما از این خاطر پاسخ گفتم که از خاطر هموطنان خود که ترس و حراس نداشته باشه، تلاشی از این خاطر نیست که به هموطنان خود جور شود، بلکه به خاطر امنیت هموطنان خود تلاشی می باشه. خدا نکنه که بوا کدام آسیب رسانده شود. و نماز جمعه گفتی، درباره نماز جمعه، یک نماز جماعت است، یک نماز جمعه است. نماز جمعه فرض است. در قرآن عظیم شان بسیار خوب آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای برادران، ای کسانی که ایمان آورده ای، وقتی که صدای نماز جمعه شود، شما به نماز برو و خریدن و فروختن را بند کنی، بعد از اون خرید و فروخت نکنی. از این خاطر از قرآن معلوم میشه امر است فسعوا الی ذکر الله، شما به ذکر الله سعی کنید. امر برای وجوب است، واجب است که بیع و شراء بند شود بعد از او، و به نماز مردم برود. از امو خاطر گفته میشه. و دویم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، من ترک صلاة الجمعه بغیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب الله یمحا ولا یبدل. هغه څوک چې لمونځ د جمعه بغیر له ضرورته پرېږدي، کوم ضرورت یې نه وي، نو دا به په هغه کتاب کې منافق ولیکل شي چې هغه محو کیږي او بدلیږي نه. نو له همدې عمله د جمعې د لمانځه ډېر مهم ده. دقیقا حرف شما کاملا درست است، ولی هموطن ما پرسیده بودن و شکایتشان این بود که ما مریض داشتیم و مریض ما هم در راه بود که باید ما هرچی عاجلتر می بردیمش به طرف شفاخانه، ولی متاسفانه چون که وقت نماز جمعه بود، ما هم مریض دار بودیم، نتانستیم که به نماز جمعه بریم. ما ناگزیر بودیم که مریض خود را به طرف شفاخانه ببریم که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر بسلا با ما برخورد نادرست دهی قسمت نه دست به نهی که چرت دست تر سر شوی زموک ده شکایتش میری همشتا وقت ناخ هم دستا سول رسانه نه اول نور رسانه نه اعلان کردی زموخ پلش میره همشتا که دست پیخ تر سر شوی ما سر شریکه والا چی بیا هم ده تخار ولایت لرئیس سر پا دیالا بندیز خبر کوم، او انشالله چه هیچ مشکل به دست نی که چرت دست تر سر شوی
چې زموږ د هموطنانو د جور او د ازار د ازیت سبب زموږ کارمندان ګرځېدلي بغیر له دې څخه چې د شریعت امر وي نو هغوی سره موږ تر دومره انته برخوند کوو چې ارمن پکوې. تشکر. خب بیننده های عزیز، فعلا هم فرصت میتیم بر شما عزیزا و میریم به طرف تماس هایی که به برنامه صبح و زندگی شما عزیزا دارین و ببینیم که اولین تماس ما از کدام هموطنان عزیز ما از کدام ولایت افغانستان هست. بیننده عزیز سلام و وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم، صبح بخیر. علیکم سلام، صبح شما بخیر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفته؟ بسیار خوب، از ولایت زیبای هرات بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه سوالتان مطرح بسازین که در رابطه به چه هست؟ سلام به شما، سلام به میمان محترم شما. علیکم سلام. میمان شما همین با خودشان شاید به اطراف باشن، نگم نماز جمعه فرض است، بیش از فرض است. ما خیلی خیال میبینیم که سالای سالا اونجا مسجد جامع نداره، به سالای سالا مسجد جامع نداره، پس اونجا چرا هم نماز جمع بخونن یا میخوانن یا نخوانن رو میبینیم. شاید اینی هستم که دیگه سالای سالا مسجد جامع وجود نداشته، نماز جمع خوانده نشده. این فرض هم هست روی یک و دیگه بعدی هر برادر و هر نمانی که نهی به صفحه تلویزیون میشینه، هر کس که هر انتقاد میکنه اینا به یک آب و نم فیصله میکنن. ایره ای تو شد نی ای تو نیست ای تو نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه نفری که آره من دورت ایراد است و ماهای آتف تو داخل تلویزیون. تشکر بیننده عزیز، سلامت باشین. ما سوال شما را گرفتیم، حتما از آقای آکف پرسان خواد کردیم، ولی قبل از اینکه پاسخ شما را ارائه بکنین وقتی بسیار کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. صبح زیبا و دلانگیز همه شما هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر باشه. بیننده صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز هستین و همچنان شنونده برنامه از طریق رادیو 93.5 آریانا اف ام. شمایی که سوال دارین از اداره امر به معروف و نهی از منکر میتونین که همین لحظه به شماره تماس 070-111-4090 تماس بگیرین و سوالاتتون را مطرح بسازین تا مسئولینشان در این رابطه بر شما پاسخهای قناعت بخش ارائه بکنن. خب آقای آکف، لحظات پیش هم تماس داشتیم از بیننده عزیز ما از ولایت هرات که سوال داشتن، میشه بهشان پاسخ بله بدیم که یک سلسله انتقادات برادر عزیز پرسان کرد که در بعض قریه های دوردست وجه مسجد جامع نمی باشه، مسجد جامع ندارد، وقتی که نماز جمعه فرض است واچ تو میتانه که رسیدگی کنه. با باید بگویم که جایی که مسجد جامع نباشه و نمیتانه که خدا برسانه نماز پیشین بخوانه. اگر میتانه که خدا به مسجد جامع برسانه باید به مسجد جامع برو. بسیار خوب، امیدوارستم که بیننده عزیز ما پاسخ خود را دریافت کرده باشند. بازم میریم به طرف تماس بعدی ببینیم که کدام هموطن ما از کدام ولایت روی خط هستند. بیننده عزیز سلام و وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. السلام علیکم اینجا نفر. علیکم السلام، اسم شما از کجا تماس گرفتیم؟ ما همزه پل سرخ با تماس شدیم، همی روز پنجشنبه همی امر به معروف دادار همی چیزی که کراچیوانا بود کلش جمع کدال همی کراچیوانا را که جمع میکنه با همی در چی ما کار کنیم که همی کراچیوانا را میبرد در بایی مسیک؟ با نه خیری مربوط وزارت امر معروف نمیشه، مربوط شهروالی میشه. به خیالم کدام روز؟ روز دوشنبه است. سوال بیننده ما را انشالله که روز دوشنبه است. نماینده شهرداری کابل آقای نعمت الله بارکزی پرسان خواد کردیم، تشکر میکنم از تماس هموطنان. حالا میریم به طرف تماس بعدی ببینیم که کدام هموطن ما هستن. سلام، صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. بیننده عزیز تماس شما وصل شده. بله سلام علیکم. علیکم سلام، اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ تشکر، سلامت باشید. ما حفیظ الله هستم، از مزار شریف تماس گرفتم. بسیار خوب حفیظ الله جان، بفرمایید. خواستم از امی مولوی صاحب یک سوال کنم، حتما البته سوال شاید مربوط برنامه شما نشود،
و یه بود که گفتم همین مولای سایگا و مسئولینی که در این برنامه های تلویزیون شرکت میکنه همیشه اینا میاید برنامه فارسی پشتو صحبت میکنه، اینا اگر لطف کنم و قانون برنامه رو رعایت کنم و فارسی صحبت کنه بهتر میشه. سلامت باشین، تشکر. ولی مهمانانی که ما تا امروز در برنامه صبح زندگی داشتیم هم به زبان پشتو و هم به زبان دری صحبت میکنن، که امیدوار هستیم شما عزیزایی که سوال دارین پاسخ سوالاتتان دریافت بکنین و به شما عزیزان مطمئنن که آن فهم همچنان تمام میشه. تشکر میکنم از شما. بریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز، تماس شما وصل شده. سلام و صبحتان بخیر. بیننده عزیز، تماس شما وصل شده. سلام علیکم. علیکم سلام. اسم سلام شما از کجا؟ سلام با آقای عاکف. و علیکم السلام. ای کسایی که انتقاد میکنه از نفرای امر بالمعروف، خب اینا مخته، اینا در وقت جمهوریت هم به بغل مسجد جامعه یا بغل مسجد دکان داشت، نمی آمدم به نماز جمعه، نمی آمدم کاروبار خور پیش می آوردم، حالا باشو امر میشه مثلا بیان به نماز جمعه بروز، نه تاثیر منفی میکنه. ما خود من قریق 65 نفر 65 خونه با وقت نماز خفتن ده نفر نیه، خب باشه، خب تاثیر رو داره، بروز نه فشار بیاره، اگه نماز میخونه به خود خونه کنه، اینا به نفر رو امر بالمعروف اگر فشار هم بیاره کار خوب درست میکنن، اینا به خاطر خود راهنمایی میکنه نماز رو بخونه پنج وقت، به کاروبار خدا برکت بده. خب اینا مخته شده در وقت جمهوریت به بغل مسجد جامع دکاناش بود کاروبار میکرد، به مسجد جامع نمیاد، الله بریده تاثیر رو کنه. تشکر از نظرتان، تشکر از نظرتان، سلامت باشه. بازم منتظر تماس های شما عزیزو هسته، میتونین به شماره تماس 070-111-4090 تماس بگیرین و باز هم تماس داریم. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. لطفا زمانی که شما تماس میگیرین صدای تلویزیونتان پخش بسازین یا هم خاموش بکنین تا ما بتونیم به صورت بهتر صدای شما را در برنامه داشته باشیم. در غیر از این صورت تماس شما هم قطع میشه و ما هم نمیتونیم که سوال شما را دریافت بکنیم. بریم به طرف تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام بیننده عزیز، اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ محمد اسلام محمدی وردک از کوتی سنگی. بسیار خوب، بفرمایید نیست جان. دیر خوشحال است که من به تماس تاست سر برقرار شو. اول خود تاست استاد محترم ملمه محترم مولی سب عاکف تا سلامونه ورانده که اون خویده این مشکتابه تا زمون فقط یا پیشنهاد و دیده پاره زم الحمدلله علمی مولی ما مدرسه لرو دینی، فقط زب کلک در بازار کی گرزی کو پر محل کی گرزی کو دیر فرق مگر الحمدلله احساس کو دی جمهوریت و دی امارات الحمدلله. نوزما فقط وزن خواهش دیده نده دی کچیر تا چون دین هم مکتبه دیوانی تفسیه که مونگ دی خلق سرلق پا نرمه باندی او اصول باندی برخورد و که اومخ که ولار شد رسو خلق ناراضه نوستیگی ملت زمونگ ناراضه نوستیگی زکر که مونگ پاچایی که و که مونگ امارت چلو و خلق باندی باید دست طریقه باندی و چلو و چه خلق زمون ناراضه باید نوستیگ. ما دو دری زل تقریبا کورسانگی پتاها که دی بعض ملگرو چه دیخ بلا پیجنم هم دی مونگ دی وطن دی برخورد عوام سره، برخورد اوناس سره بلکه من مناسب نده کرده لی. نوز ما یک پشنه دیتا دادی که چیر تا منگوشو که آلی رکده پای بحث امر بالمعروف در یاسات کری که چیر تا وشو که آلی چه منگ رخبله دی ملگری و یعنی مطلب در کن چه مردانه ملگری دی تر تنگ منگ دی امر بالمعروف پا چوکارت که زنانه پولیس واله رو په اسلامي حجاب کې ولري، په اسلامي چوکاټ کې ولرو، په داخل دی امر بالمعروف وزارت کې مونږ د اوناس دپاره یو ریاست ولرو او ځان ته مونږ د هغې کارمندانې ولرو او داسې کارمندانې چې هغه د شرایطو نه فارغ اوسېږي دین کې مکمل معلومات ولري تر څو خلک وشي کولی په مارکیټ کې په بازار کې په هر ځای کې په صحیح اصول باندې دعوت کړي تاسو مونږ یعنی یو سیلا سره لرنه. سلامت باشین. تشکر از نظر خو نظر و خدای تعالی مو خوشحال لره. د بعد برخورد پاړه باندې موږ هیڅ محتسب ته اجازه نه ورکو چې لچا سره برخورد کی ځکه سزا او جزا د زمو کار نه ده.
زموږ کار توصیه ده سزا او جزا د محکمې کار ده. که څوک د جزا او د سزا مستحق وي، موږ یې محکمې ته سپارو. موږ خپله له هغوی سره څه چلند نه لرو او دا مو دنده او مسؤلیت هم نه ده. او د دویم نظر هم ښه نظر و، موږ په دې اړه باندې په تلاش کې. بسیار خوب، باز میریم به طرف تماس بعدی که هموطن ما روی خط هستن. سلام و صبح شما بخیر. سلام علیکم، چنگه خیلی؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین، خوش آمدید. زنده و سیگی، سلام تا تا سلام اکیس یک در. علیکم سلام. بفرمایید. زما دقا دو دانی مشکلات دی. اول سیب اقتا به ما اکیس یک در چی دقا مکتبون دو بن کلی دی. مکتبون اول دقا تعویزگر و کورگر چی دی خلکو کورون ایوران کلی دی. اول باید چی دقا بن کی سی مکتب نم اول دی دو ضرور و باید چی دی بن کلی وی. او بل هغه مې دغه دی مشکل چې دا د شیرزاد سړک چې همداسې پروت دی ډېر وخت ووتلو، باید چې دغه یې پوخ کړی وی. او بل دغه ارشګاګانې دي بندې کړي. بله، دې خورکۍ ته به دومره ووایم چې د تعویزګرو د کوټګرو په اړه باندې چېرته هم چې زموږ محتسبین وروسته له دوی سره زه تماس نیسم، ادرس به دقیق ترې واخلم، هغوی ته به په نښه کړو. د دې موږ مخه نیسو، دا زموږ دنده او مسؤلیت ده. د کوټګرو، د جادوګرو د دغو مخه نیول زموږ مسؤلیت او دنده ده. او دویم دا چې د سړک جوړول د اختر په اعدامي وزارت پورې اړوند دي، یا په خپل که چېرته په ښار کې نو تر همغه ښار تر ښاروالۍ پورې اړوند دي، تر موږ مربوط نه دي. دا رایشګاو په اړه باندې کالته منکرات وي بل پارس خدای مکړه، هلته نارینه یي خو داسې خو موږ څه نه دي ترلاسه کړي، او یا نور کوم منکر عمل وي دغه مخه نیسو. باقي یوه خورکۍ که ځي بله خورکۍ جوړوي هلته، نو دې کې شرعاً کوم مشکل نشته او دې سره موږ کوم مشکل هم نه لرو. بلکې له بغلان ولایت نه ځینو رسنۍ داسې راپورونه ورکړي وو چې هلته سینګارتونونه یا رایشګاوې بندې شوي دي، نو موږ هغه رد هم کړه. له خپل رئیس سره مو هم اړیکه ونیوله او ځینو رسنۍ راپور هم وروسته بیرته د رد پې خپور کړه، نو واقعیت یې نه درلود. بلکې یوه خور ناسته ده، هغې ته نورې خویندې راځي، هغه یې جوړوي، د هغې هم یو رزق برابرېږي او هغوی هم هغه خپل ښایست هغه ته ځان جوړوي عملته. دې کې شرعاً کوم مشکل نشته، موږ هم کوم مشکل نه ورسره لرو. سلامت باشین، میریم به طرف تماس بعدی. بیننده عزیز سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. محترم احمد سوار هستم از ولایت تخار با تماس شدیم. خوش آمدین، بفرمایید. سوال ما هست محترم که ما وقتی در روزای جمعه قبلا که ما نماز جمعه میخوندیم، اگر در نماز جمعه قبلا از او که ما نماز میخوندیم همه نام امیر المؤمنین هیبت الله خونواده خواندن هم میشد، یا کسای دیگر قبل از اینکه رئیس مرو بودن دیگه بودن در نماز جمعه نامشون ذکر نمیشد. ما در چندین مسیج هایی که ما رفتیم در بعد از مسیج ها در این خطبه نامشون ذکر میکنن و در بعد از مسیج ها ذکر نمیکنن. امیره میشه که از جناب مولوی صاحب سوال کنم که آیا این کدام جواز داره در دین کدام چیز داره. امیره خواستم یک واجه بسطن که چی دلیل هست و چی جواز داره. تشکر از شما بیننده عزیز و آخرین تماس بود که امروز در بخش صدای شما دریافت کردیم و هموطن ما سوال داشتن. بفرمایید آقای. بعد به برادر عزیز بگویم که بله الحمدلله در سلف هم شده که در خطبه نماز نام امیر خود میگیره، ای در سلف شده و کدام مشکل نداره. بله، بسیار تشکر میکنم از حضور شما آقای عاکف، از اینکه تشریف آوردین در برنامه امروز ما. و هفته آینده بازم منتظر شما هستیم، روز شنبه. و سایر هموطنان ما که تماسشان امروز وصل نشد در برنامه به دلیل ازدحام زیاد تماس ها، میتونین که هفته آینده حتما تماس بگیرین به برنامه تا آقای عاکف سوالات شما را پاسخ بدن. سلامت باشین. همچنان شما هم تشکر میکنم، سلامت باشین. از شما عزیزا هم یک دنیا سپاس که تا این دم در کنار ما هستین. ادامه برنامه را فراموش نکنین. فعلا وقفه بسیار کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.